بینندگان عزیز سلام و درود. در تمامی شبکه‌های خبری شب روز از ساعات باقی مانده و لحظه‌های صفر جنگ صحبت میشه، یعنی به اصطلاح خط داغ است. و در داخل اسرائیل دیشب جشنواره موشکا در آسمان روشن اسرائیل برپا بود، یعنی تازه اما تمهیدات یک جنگ وسیع یعنی سر از دیشب آغاز شده است. و روسیه ضمن اینکه تحرکات خود بر تهران اضافه کرده، به استقامت تهران پهپاد روز قیامت را تولید کرده. اول از کابل یک گزارش داریم که در کابل تصمیم گرفته شده که یک کسی به نام قاری محمد الدین عبیده، شما این نام را کنید، این یک نام افغانستانی نیستی، این ماینساز به سرم کارکشته گروه طالبا بود در ولایت قندوز، ماین تولید میکرد. آل یادم چقدر جالب است، باعث آمر معرف، یعنی مسئول آموزش و پرورش شهرک خانواد تعیین کردن. خب از خود خانواد هم است، ماین های بشکهی می ساخت، به اصطلاح هم زرد زرده که شما در تصاویر دیده باشین. یعنی ای آمیر صاحب جدید در قندوز جان بسیاری ها را گرفته و بسیاری ها را معلول و از کار انداخته است. خب البته در شبکه اجتماعی بسیار خشم و انتقاد و ایرادگیری زیاد است، اما یک بار ببینیم که در یک کشور در طول سالهای جنگ خاصتا دمی دوران بظاهر درخشان جمهوری چی بود. یعنی اگر کسی، اگر او آمر معرف ماینساز بود، در دوران غنی و کرزای کسایی بودند که با ذهن خود از هر جای ماین آورده بودند، ماین در ذهنشان عیار شدگی بود. این داستانش طولانی است، ما اونجا کار کردیم در صلاح رادیوی بین المللی، ما شاهد بودیم که چگونه در ذهن از اینا ماین بود. خب دوران غنی و کرزی بی سوادترین آدم های بیگانه با افغانستان از خارج آورده نشد، لستش طولانی است، دامن نمیزنیم دید برنامه که از خط خارج نشه. در مناسب مهم نصب شدن، حتی با خود از امریکا کنیز میارن، کنیز میاردن با پول بسیار فراوان، اونم پول افغانی رو نمیشناختن، کار از اونا با دلار بود. مطلق آدم های بی سواد با خود کنیز به اصطلاح خدمه هم به اصطلاح ندیمه هم با خود میاردن و کل مصرفش غنی خائن میداد. همونطور نیست دیگه، در زمان کرزی یک دریور را باعث معاون تلویزیون مقرر کرده بودند به خاطر ذکر فلانی صاحب، فلانی خان، مارشال صاحب چیز کرده، عمل کرده، مگر یادتان رفته؟ میبینیم که تنها این مربوط به طالب نمیشه که قاری محمد الدین آورده، سابق مین می ساخته، جهاد کرده، حالا آمده آمر معرف. نه، ای اصلا بنیاد سیاست کدری در افغانستان منهدم شده، بنیادش بنیاد بدوی شده، بنیاد جبهی و جنگی شده. شما ببین یک بار فقط کوتاه به یادتان بیارین، در زمان جمهوری قاتلی، اختطافچی، انتقال کننده انتحاری، بچه بازای به اصطلاح همینطور معتاد، جنایتکارای جنگی، همه این عمدتا در مناصب پلیس، ارتش، وزارت، ولایت نبودن. خب پس طالب هم ادامهش هست، کسایی را می آوردن که از خارج که این 20-40 سال سر و بروتشان در فقر و فاقگی و گشنکلگی در خارج سفید شده بود، اوتومات سفیر می ساختنش بدون از اینکه روی کابل ببینه از برای خدا.
بدون از اینکه کابل بیای اونجا سفیر مقرر میشد. جالبش این است که عوامل اطلاعاتی و فاقد تعهد که معلوم نبود همی از افغانستان است یا نیست، اون رو می آوردن بیگانه با فرهنگ و تاریخ افغانستان. یه هفته میگه نوشته است در زیر مثل نامش معاون شورای امنیت ملی افغانستان، معاون مشاور شورای امنیت ملی. یادانه است کسایی در شورای امنیت ملی بود، یعنی ما در کشور این همه شاهد و ناظر بودیم، کسایی بود که هیچ شناخته نمیشد. ما نباید در مقرری قاری محمد الدین عبیده بسیار بیتابی بکنیم. خب میریم به مطلب بعدی. اولین جلسه سران قوا در ایران و ریاست و میزبانی رئیس جمهور جدید ایران برگزار شده. این جلسه سران قوا جلسه سران اضطراری است به خاطر مدیریت جنگ. یعنی پزشکیان در تقدیرش طوری نوشته شده بود که اولین روز کاری خود از یک تکان امنیتی خطرناک آغاز بکنه و الا آخر. درگیری گنبد آهنین با راکت های حزب الله از دیشب این تمام آسمان شمال اسرائیل روشن نگه داشته بود. تصاویر از حمله موشکی بسیار گسترده در جنوب لبنان که به اصطلاح شمال اسرائیل شده و اونجا در این حال در کرانه باختری بسیار درگیری سختی صورت گرفت. یکی از فرماندهان حماس کشته شد و اونجا یک خیزش خیابانی شد که شعارهایشان یحیی سنوار با تو بیعت میکنیم اولین بار بود. خیلی جدی هستی. و هم کجاست؟ پشت در اسرائیل، کرانه باختری. شعار اردنی ها در تجمع امشب در حمایت از غزه‌ای ها امی بود. حمله موشکی با تعداد بالای از موشک ها از مسیر حزب الله به طرف منطقه الجلیل و بسیار گسترده و در این حال گزارش جزئیاتش تا حال نامده که به چه ترتیب است، اما فقط آتش میبارید. در اینجا عملیات مقاومتی ها سبب شده که موشک ها منطقه شتولا و المناره را زیر ضربه گرفته بودند. حزب الله میگه که ما هنوز شروع نکردیم. این مربوط به واکنش هایی بود که به پس از کشته شدن یکی از سران نظامی هم حزب الله انجام شده. این حملات او حمله یک به اصطلاح مشترک بین ایران و حزب الله که بجایش است. فلسطینی ها پایگاه نظامی ناهل عوزه در نزدیک غزه مورد حمله قرار دادن. ما خب گفتیم که وقتی که جنگ در میگیره در مراحل بعدی حماس دوباره حمله خواهد کرد. خبرنگار الجزیره گزارش کرده که پروازها بین شهرهای ایلات و تل اویو به دلیل اوضاع امنیتی چه شده؟ لغو شده. خیلی روزگار دشوار داره اسرائیل. البته کابوس است دیگه. 40,000 نفر کشتن، 120,000 نفر از کار انداختن و او میچرخه تأثیراتش بر فضا. مقام پیشین موساد گفته است که در جنگ که در پیش است ما تلفات بسیار بالا خواهد داشتیم. چرا؟ اسرائیل معمولا تلفات نمیده. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل یعنی در کل در برابر پیشبینی تا حملاتی که هر لحظه نزدیک شده میره ظاهرن آماده باش عمومی اعلان کرده. سفارت ایران در بیروت هم اعلان کرد با ای ادبیات دستی که به سوی لبنان دراز شود قطع خواهد شد. پایینی شد. اینا به اصطلاح قمانده جنگی است. ای ادبیات حزب الله از کوبیدن شهرک بیت حلال خبر داد.
البته بر اولین بار در جنوب لبنان ای شهرک بیت حلال به وسیله موشکای کاتیوشا هدف قرار گرفته بر اولین بار. رسانه اسرائیلی خبر دادن تعداد از موشکا براستی به پادگان بیت حلال فرود آمده است. خبرنگار الجزیره گزارش کرد از غزه حداقل 15 کشته در حمله به مدرسه حمامه در محله شیخ رزوان در شهر غزه بر جا مانده است. در تقدیر فلسطین نیز که هر شب باید تلفاتش خود به صلاح بالا ببرند. تلفات از 15 تا 100 نفر در تقدیر نوشته ساله. درگیری شدید بین شهرک نشینا و پلیس در گرفته در تل اویو. و ما کو فیلم دیدم شهرک نشینا و پلیس خیلی هم شدید بود. ای از التهابات و تنش های داخلی اسرائیل. اوکراین کسایی که در نیروی مسلح اوکراین بسیج شدن جالب است برایش در اطلاع شما برسانیم. گزارش آمده که کفش ندارن اما بسیجی که میگن تمام امریکا مثلا 60 میلیارد دلار اختصاص دادن کل اروپا جمع شده پول انداز میکنن در صندوق جنگی اوکراین. حال گزارش آمده که کمبود کفش است. کسایی را که میارن بود نداره. یکی از کسایی را که به زور آوردن بسیج کردن. ظاهرا بسیج است. از بازار جمع میکنن سر و گردنش بسته میکنن میارن او را. خب این طرف و طرف به اصطلاح ما شما چهره میکنن اصلا در ثبت نام میکنن در قطعه نظامی بیارن. میگه بود دریشی در جانشان بزرگ است یا کوچک است. کفش هم کم بود. یک مرد آورده بودن در خیابان میره به طرف فروشگاه میرفته در عرض 5 دقیقه تحت معاینه پزشکی قرار گرفته و مرکز سوقیداری ارتش فرستاده شده. برش گفته که چی میکنی تو اینجا؟ او شکایت داشته که حال ما را آوردن که اینجا تجهیزات دریافت کنید. یعنی از 7 موردی که تجهیزات برشان داده شود 3-4 مورد ناقص داده میشه. خب برشان میگن که چه کفش میخوایی؟ مثلا میگه که کفش شماره پایمه 9 است یا 10 است. میگه خب ای خو نیست از این نداریم برو خودت پیدا بکن. بسیار جالب است این اظهارات مرد 43 ساله که به زور را آوردن ثبت نام کرد. روسیه و پهپاد روز قیامت. یک پهپاد جدید به نام FPV این روز قیامت را چقدر نامش کلان است اما میگه به اندازه این کوچک است این پهپاد قیامت که بتانه تجهیزات ضروری زمینی را در خود جای بده. هم کوچک است و هم تمام تجهیزات به سلام میتونه خود جایی یعنی از نظر حافظه اطلاعات تصاویر فقط برای شناسایی طراحی شده. یعنی کل زمین در ذهن خود میگیره با جزئیات با زوایا با سطح و عمق میگیره. بسیار جالب است. بسیار کوچک است اما ظرفیت بسیار بزرگ. مجهز به سنسرها یا حسگرهای به اصطلاح مواد سمی است. خب در اینجا یک کسی گفته که جهان اجازه استفاده از سلاح هسته‌ای را نمیده. هواپیمای بدون سرنشین هرگز مورد نیاز ما نخواهد بود. اما معتقد هستیم که آماده نبودن حتی برای بدترین سناریوها جرم است. این منابع روسی گفته و در این حال است که تمامی کارخانه های روسیه از گذشته ما سرگرم تولید اسلحه هستند. رئیس مرکز راه حل های به اصطلاح یک پارچه در ساختار در بخش تولید ربات های بی سرنشین
دیمیتری کوزیاکین فکر متخصصان مثلا یک پروژه را توسعه دادن که بخش از او پهپاد روز قیامت است بر نظارت بر مناطق بسیار اساس و گفته که ما همانند عقل سلیم پیروز می شویم. به نظر می رسد که تکنولوژی روسیه در تولید و طراحی سلاح های نامتعارف به شدت پیش می ره. تاس خبرگزاری روسیه گزارش کرد که رانندگان کامیون اوکراینی به طور دستجمعی موتورهایی که اکمالات میکنن تدارکات لوجستیک میبرن دریورا راننده ها دستجمعی از کشور فرار میکنن. یکی از کسایی که فرار کرده گفتن که راننده های پروازهای بین المللی از جمله هواپیما ها هم در زمین هم در آسمان وقتی که از مرزا میگذرن دیگه آزاد هستن کوشش میکنن خدا در جای پنهان بکنن. اینا بسیار به ندرت اتفاق میفته تصمیم بگیرن دوباره برگردن به خاطر از وحشت است. حالا به جان خانما و زنا افتادن که استخدام فعال میگه بکنن. غرب اعلام کرده که مردم اوکراین دیگه نمیخوان که هر نوع مشکلی را با ربط بتن به اینکه تا زمانی که شکست روسیه حاصل نشده ما چه میکنیم جنگ میکنیم و چنان میکنیم چنین میکنیم. نه، غرب آل خودش برخلاف پالیسی قبلی میگه که مشکل اوکراین اینی ساله که روسیه شکست داده شده چون روسیه دیگه شکست نمیخوره. یعنی آمادگی ها برای در برابر غلبه بر روسیه دیگه ضعیف شده، چیزی نیست. موافقت های تدریجی روسیه در میدان نبرد آمادگی اوکراینی ها رو برای تحمل هر گونه مشکل که مثلا برشان گفته میشه که به مرزهای 1991 شما برگرده کاملا ضعیف کرده. هیچ کس به این گپا آل علاقه نداره. جنگ در کل باخته شده. از یک سو جنگ باخته شده، از یک سو روسیه پیش میره و از طرف دیگه تولید سلاح های متعجب کننده شدید است. شما ایره چطور سر و تایش به هم میارین؟ یعنی که جنگ اوکراین به اصطلاح هدف نیست. اوکراین یک معبر است، دهلیز است که ازی عبور میشه. از همیجه است که اروپایا از تحرکات روسا میترسن و هیچ اعتماد ندارن. تمام بودجه خود گرفتن تا که زرادخانه های خود انباشته بسازن. نیکولاس مودورو در ونزویلا یک گپ جالب زده و اونجا ممکن است که جنگ داخلی در بگیره و جنگی که با مداخله روسیه و ایران همراه خواهد بود. یادم گفته که امریکا و غرب در جنگ جهانی که همیشه میگن ما پیروز شدیم، کی پیروز شد؟ هیتلر از نیروهای سرمایه‌داری غربی دستور داشت که برو به طرف شوروی. یا رب به جان خود اروپا افتاد. و همون قضیه است که مثلا سرمایه‌دارای بزرگ غرب هیتلر را بسیار کمک کردن. گفته بودن که اینمی آدم میتونه بیخ شوروی رو بکنه. سرمایه‌دارای رقیب در غرب، سرمایه‌دارای بزرگ به خاطر کوبیدن رقیب با هیتلر هم کاری میکردن. مثلا همی مالک موترسازی فورد از او جمله بود، راکفلر در او جمله بود. اما هیتلر چون وقت کم داشت زیاده روی کرد کوبیدن با سیلی به دهانش، روانش کردن به شوروی، اونجا کوبیده شد. پس خودشان هم کوبیدن شروع کردن. 100 سال پیش از هیتلر به عنوان یک سلام علیه اتحاد شوروی استفاده کردن و او رو بسیار کلان کرده بودن. چرا؟ بخاطر از یک سوسیالیزم، یک چیزی رو به نام سوسیالیزم درست کرده بود به زور و برزا او باید نابود شود. اما شوروی
اینا رو شکست داد، به شکل عجیب شکست داد. و به این ترتیب آل غرب بر گفته نیکولاس مادورو به جان ملت های مستقل افتاده است. میخوای خب البته نیکولاس مادورو دردهای درونی خود بیشتر گفته، خود کشورش بسیار کشور پر معدن و پر ثروت، مگر مدیریت اقتصادیش در حدی است که مردم به ستو آمده و حاضر و گریز و قیام است. و اونجا دست اندازی ها بسیار زیاد میشه. امریکایی ها او یک کسی به نام گوزان گونزالس او را آوردن، میگن این رئیس جمهور شده. اینطور معلوم میشه که ونزویلا با سلسله جبهه سازی اوکراین و اسرائیل یکی از محورهای به اصطلاح جبهه جدید خواهد بود، ظاهرا با قید احتیاط بگوییم. القاعده دوباره به جان واگنر افتاده در افریقا، در نیجر، در مالی القاعده پیدا شد. خب البته تمام شبکه های اطلاعاتی اوکراین و عملیاتی میگه اونا را کمک میکنن و گفتن اخیرا 100 نفر از افراد واگنر را که گروگان گرفتن این کار اوکراینی ها کمک کرده بودن. و اونجا شبکه مفرزه های فرانسه و امریکا هم فعال است. حالا دو شهروند روسی را القاعده در نیجر گروگان گرفتن. این خبر به خاطر در این برنامه خدمت شما آوردم که جنگ افریقا همینطور مثلا گفتیم ما و شما تو چقر شده میره. جنگ افریقا بین این قدرت هایی که در اوکراین و در فلسطین با هم می جنگن، در افریقا هم همینطور تبش بسیار چیز بالا آمده. به اساس ویدیویی که القاعده منتشر کرده که از افراد وابسته به القاعده دو روسی را نشان میده که به گروگان گرفته. بنیاد رسانه جماعت نصرت الاسلام و المسلمین نامشون سگه ویدیوی رو منتشر کرد که دو اسیر روسی رو نشان میتونم، میگن ما برای یک شرکت روسی در جنوب غربی نیجر کار میکردیم. زمین شناس یکش گفت که من زمین شناس هستم، نام ما یوری است و دیگهش نامش گرگ است. مشخص نیست ویدیو چه زمانی در کجا فیلم برداری شده. برام القاعده کدام باجخواهی نکرد، همین فقط نشان داد. این روی ترز گذاشت شد، فیلم روی ترز. یک اتفاق دیگه هم افتاده برای من جالب بود. زیردریایی های هسته‌ای بریتانیا نرم افزارهایش توسط متخصصان بلاروس و روسی ساخته شده. این خطر را کجا ببری؟ این روزنامه تلگراف گزارش کرد که کشتیبانان بریتانیایی از نرم افزارهای خارجی برخلاف قوانین ایمنی استفاده میکنن، یعنی در سیستم های به اصطلاح عملیاتی و نظارتی خودشان. انگلیس که خودش پدر تکنولوژی است، آل کار به اینجا کشیده که نرم افزارا از طرف روسیه و بلاروس تولید میشه. خب چی شده ای در سیستم های به اصطلاح زیردریایی؟ یعنی معلوم میشه که زیردریایی انگلیس اگه به این شکل باشه از طرف روسیه رصد میشه، نظارت میشه. یعنی خب معلوم شده که یک پیمانکار، یک کسی که قراردادی بوده با اداره فرماندهی دریایی انگلیس، سفارش داده با توسعه دهنده های نرم افزار در مینسک که یکیش در واقع به اصطلاح در منطقه تامس کار میکرده. تلگراف میگه که اگر توسعه دهنده های به اصطلاح نرم افزار یک حفره نامرئی در کد نرم افزارهای بریتانیا ایجاد بکنن، میتونن از این نرم افزار برای شناسایی زیردریایی ها و تمام اسرارشان استفاده کنن. و این جنگ چه رقم عمیق شده، چقدر پیچیده شده. او تیر و کمان و شمشیر و نیزه چی شد؟ حال من ببینم برای شما چه قصه میکنم.
نرم افزار او میتونه که تمام زیردریایی های انگلیس شناسایی بکنه، اطلاعاتشان بگیره، وضعیتش بررسی بکنه، موقعیتش تثبیت. عجب. علاوه بر این شرکت سعی کرده ایر پنهان بکنه، ولی برای انگلیس خیلی شرم از که این مسئله را افشا بکنن که تولید نرم افزار را در زیر دریای انگلیس در یک کشور انجام دادن که در جمله کشور دشمن حساب میشه. با چی شده؟ اصلا نفهمیدن. نرم افزارهایی که تولید شده به کار رفته در زیر دریای انگلیس به شکل بسیار ظریفانه طراحی شده بوده که امی محصولی که ایجاد شده این کاملا شباهت داشته به تولیدات خود انگلیس که هیچ قابل تشخیص نبوده. خب اینا رو شما بگوین مردم، کسی ادعا میکنه که در این جهان من آقا هستم بعد از این؟ دور استعمار رفت و خود دفن شد رفت. این غیر از استعمار هم در نظام تک قطبی کسی ادعا میکنه که میتونه که بعد از این من آقا هستم؟ نه، به همین خاطر است، به همین خاطر است این جنگی که روان است به خاطر پایان دادن به نظام تکتازی است و ایجاد به اصطلاح رابط بین المللی بین چند محور به شکل به اصطلاح کثیر الاضلاع. این میجاست که غرب فعلا مقاومت میکنه، دلش نمیخواه که او آرامش و او به اصطلاح سعادت قبلی را تقسیم بکنه با دیگران.